سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه در همین نزدیکی با شما. شقایق هستم. به همراه پوریا با خبرها و گزارش‌های شما در خدمتتون هستیم. یه هفته‌ای هست که تو شهرهای مختلف اعتصاب و اعتراض مدنی مردم و کامیونداران به وضع اقتصادی کشور و نبود آب و گرونی هست که بریم تعدادی از فیلم‌های ارسالی شما عزیزان رو ببینیم. حق تو فریاد بزن، ایرانی داد بزن، 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 حق تو فریاد بزن، ایرانی مرداد گوهردشت کرج. میبینی همه دارن همه سمت میرن سر. حمید فریدو بیا کو. حمید فریدو بیا سرای گوهردشت تمام موتوریای نیرو انتظامی رو آتیش کشیدن. 12:05 بو به نشانه اعتراض. 13:05 چیزی تا بیروزی نمونده. اینجا سرای گوهردشته. بنده خدایی نبنده ستمگر. بیرون بر کاخ نشین. از پول بیرون آقا.
دلار 700 تومانی شده 11000 تومان و مسئولینم انگار نه انگار. اوضاع اقتصادی کشور به هم ریخته است. اون وقت آقای روحانی فقط نشسته و نگاه میکنه و خط نشون برای بقیه کشورها میکشن. لااقل یکی از مشکلات جامعه رو حل بکنید که یکیشو بگیم انجام دادید. مردم زندگی کردن براشون سخت شده. اون وقت آقایون بی فکر دنبال تهدید کردن و اسیر گرفتن آمریکایی‌ها معامله‌شون با پولای میلیونی هستن. خب تو برنامه امروز میخوایم در مورد یه چیز خوشمزه خوردنی صحبت کنیم. درسته لبنیات 32% افزایش قیمت داشته، اما موضوع ما یه چیز دیگه است، رانت. البته خیلی مشخص نیست که تاریخچه رانت و رانتخاری از کی شروع میشه، اما اون چیزی که الان اهمیت داره در دوران عجیب و جالبی از تاریخ رانتخاری به سر میبریم. یکی دو روز پیش یه بار عدس داشت از مرز خارج میشد که یهو ماموران گمرک بهش مشکوک میشن و میبینن یه نفرم وسط عدسا نشسته. میگن تو کی هستی؟ میگه من عدسم، فقط یه ذره دونه درشتم. دوباره میگن تو کی هستی؟ میگه من از مهاجران افغانستانی هستم. مامور گمرک که شناخته بوده طرف و میگه نه بابا، تو همونی که کارشناس اقتصادی روزنامه اصلاح طلبی و براشون نسخه اقتصادی مینویسی، اسمت چی بود؟ که دیگه طرف میگه من شهرام جزائریم و میخواستم برم کانادا با خاوری اختلاس پارتی را بندازیم دیگه. آخرم به مامور گمرک پیشنهاد رشوه 1 میلیاردی میدن که مامور گمرک هم قبول نمیکنه. آره این چیه؟ رشوه. چی؟ رشوه. خجالت نکش پیره من، زشته. چرا زشت هست دیگه؟ این رشوه هست دیگه، نه زشت. آقایون خودشون فهمیدن که پایان عمرشونه، دارن دونه دونه از کشور خارج میشن و فرار میکنن که روز موعود به مردم حساب پس ندن. بالاخره اینقدر حباب سکه و ارز تو چندماه اخیر بزرگ و بزرگتر شد و نترکید که هفته پیش حباب ریاست سیف ترکید و از ریاست بانک مرکزی برکنار شد. شاید میگی گفتمش نقاش را نقشی بزن از زندگی، با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید. همتی هم که همین یه ماه پیش به عنوان سفیر جدید ایران توی چین منصوب شده بود دوباره تغییر کرد و به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی انتخاب شد. دولت تدبیر و امید دیگه. یهو دیدی با این برنامه ریزی بلند مدت و دقیق ایشون یه ماه دیگه به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد. بشه آقا بشه، ما که بخیل نیستیم. مبارکه آقا، مبارکه. مبارکه. کلن مسئولین کشور همه فن حریفن، تو شغلای مختلف جا به جا میشن. طرف رئیس بیمه مرکزی بوده، بعدش شده سفیر ایران تو چین، حالا هم شده رئیس بانک مرکزی. آخه این منصبا چه ربطی به هم داشت واقعا؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ این روزا دیگه صغیر و کبیر میدونن که قوه قضاییه بد جوری از ضعف رسانه‌ای رنج میبره و دروغ میگه. مثلا بعد از اینکه روز 28 خرداد 97 راننده اتوبوسی که با مامورین برخورد کرده بود و اعدام کردن، کلی از شبکه‌ها و روزنامه‌ها در مورد اینکه این فرد راننده اون اتوبوس نبوده نوشتن. حالا قوه قضاییه هفته پیش روز 3 مرداد، یعنی 36 روز بعد از انتشار خبر تو رسانه، این فیلم ساختگی از اعترافات محمد سلاس منتشر کرده. اگر مسیر شما متوقف نمی‌شد همچنان می‌خواست ادامه بدی؟ به کسی نبود که بزنم، چون نیروی انتظامی رد کرده بودم. یعنی اگر باز نیروی انتظامی بود بازم می‌خواستیم بزنید؟ به کسی نبود جلوی من. حالا اگه بود؟ بله. می‌زدید باز؟ بله. می‌زدید. یعنی تصمیم داشتین این کار تا کجا ادامه پیدا کنه؟ تصمیم در موقع انسان خودش گرفت نمیگه، خداوند داره تصمیم میگه. یعنی این چیزی هست در وجوده که اون لحظه اون ثانیه خداوند هدایت میکنه.
یعنی خداوند ماد به اتوبوس هدایت کن به سمت ماموری. اهل موضوعت عرض کردم خدمت، هر خر خشم و غضب ز من بیاید به وجود تو بر سر من سرشته ای، من چه کنم؟ هر نیک و بدی ز من بیاید. خیلی بقیر سا قبول داری که سوار اتوبوس شدی؟ بله آقا. قبول داری که روشن کردی؟ بله قبول. قبول داری که حرکت کردی به سمت ماموری؟ بله. قبول داری به سمت چپ و راست مار پیچ رفتی توشون زدی بهشون؟ بله. و قبول داری اونجا خودت متوقف شدی؟ بله. قبول داری؟ بله. آها. یعنی واقعا به این همه هنر و هوشمندی و سرعت عمل قوه قضاییه باید آفرین گفت. کسی که قدرت برخورد داره قدرت پاسخگویی هم باید داشته باشه. باید داشته باشه. داری شما؟ آقایون واقعا خودشونو مضحکه عام و خاص میکنن با این کاراشون. دیگه همه مردم میدونن که این فیلم‌ها و اعتراضاتی که شماها پخش میکنید دروغیه و با تهدید و شکنجه این افرادو مجبور به گفتن این حرفا میکنید. هفته پیش با رأی نماینده‌های مجلس به کارگیری بازنشسته‌ها در مشاغل دولتی ممنوع شد و طبق این قانون کلی از مدیرای کشور و مثلا نصف استاندارای کشور باید از سمتشون برکنار بشن. این وسط در حالی که افشانی شهردار جدید تهرانه داشت میگفت چون قانون خوبی است و باعث چرخش نخبگان خواهد شد و بنابراین از روز پنج شنبه بلافاصله گفتم لیست بازنشستگان را در آوردن و از فردا من شروع میکنم به اجرای این قانون در شهرداری. تعدادی از نماینده های مجلس گفتن اصلا خود افشانی هم سال دیگه 60 سالش میشه و بازنشسته به حساب میاد و باید از شهرداری تهران بره کنار. کلن کار سنگین باشد خوب نیست، چون چین شورو همش داد و بیداد و مکافات چنگ و تو دیگه کار اجرایی رو باید ببوسی بذاری کنار. آقا تا کی میخواید دروغ بگید و مردم رو سر کار بذارید؟ الان چند ساله که هی میگید از افراد بازنشسته استفاده نکنی، یا مدیرای دو شغلی باید برکنار بشن یا افراد دوتابعیتی تو دولت نباشن، ولی کدومش انجام شده که حالا بخواد این انجام بشه؟ کدومه که مسئولین برکنار شده تو این سالات تا یه جوون بیاد جاش بشینه؟ اگرم کسی اومده از آقازاده‌های ژن خوب خودتون بوده. هفته پیش نوبخت اعلام کرد از همه که مشاغلش در دولت استفاده داده و میخواد برگرده دانشگاه که تجربیاتش رو در اختیار نسل بعد قرار بده. درخواست کردم که از همه مسئولیت‌های موجود دولت کنارگیری بکنم. من مردم رو دوست می‌دارم و علاقه‌مندم که اگر حال که بودن من با این همه زحمت نمی‌توانه نفعی به مردم برسانه، شاید بیرون رفتن من از دولت بتونه کمک بکنه. اما روحانی به این فکر کرد که کی بهتر از نوبخت میتونه استدلال های عجیب و غریب کنه برای خبرنگارا؟ کی بهتر از نوبخت میتونه سازمان برنامه بودجه رو مدیریت کنه و برنامه ریزی کنه برای اقتصاد کشور؟ به خاطر همینم با استعفاش مخالفت کرد. نوبخت هم که این کار از اول میدونست این استعفا از اون استعفاها نیست، هنوز نرفته برگشت و اومد سر کارش. وقتی رفتی نفهمیدم کی داله میله، حالا که اومدی فهمیدم کی اومده. هنوزم کم حرف میزنی، هنوزم تو چشم عشقه، نبود هنوزم دلوغ نمیگم، اتفاقی قدمه. یه تعداد مسئولین بیلیاقت کل مشاغل گرفتن دست خودشون رو بین خودشون و خانواده هاشون جا به جا میکنن. خب معلومه هیچ کدومتون جایی نمیره، فقط از پشت یه میز به پشت یه میز دیگه میرید. در شرایطی که این روزا بیکاری یکی از بزرگترین مشکلات کشوره، علی ربیعی وزیر کار درباره آمار دقیق بیکاری اظهار بی‌اطلاعی کرد و در جواب خبرنگاری که درباره موضوع پرسیده بود گفت آمار بیکاری رو یاد گرفته بودم اما ولی الان بلد نیستم. یاد میگیرم اما فراموش کنم. دو سه هفته پیش سردار رحیمی رئیس پلیس تهران از دستگیری سلطان سکه و کشف و ضبط دو تن سکه خبر داد و بعدم گفت که این بابا سال 91 حکم اعدام گرفته بوده ولی با اعمال نفوذ آزاد شده.
بعد از این اظهارات منتظری دادستان کل کشور وارد صحنه شد و گفت اولا دو تن سکه کشف نشده، بلکه نیروی انتظامی گفته با این اسناد و مدارکی که داریم اگه بگردیم این فرد از 3 سال قبل سکه هایی که خریده و فروخته دو تن میشه. بعدم اصلا سال 91 ایشون حکم اعدام نگرفته بوده و تازه آقای دادستان گفت به خاطر این موضع‌گیری ها علیه رئیس پلیس تهران به دادسرای نظامی شکایت میکنه. هیچی دیگه. ضمن خسته نباشید به مسئولین گرامی خیلی محترمانه یه جوری که یه وقت از ما تو دادسرای رسانه شکایت نکنن همه مسئولان رو به یه ذره هماهنگی تو موضع‌گیری دعوت میکنیم. همین، از دست ما عصبانی نشید و همین جوری یه چیزی گفتیم. آره خب حالا وقتی رفتم ازتون شکایت کردم همه تون رو میکشم دادگاه، همه تون رو میکشم دادگاه، پدرم همه تون رو در میارم. اول با کلی دادار دودور گفتن دو تون سکه کشف کردیم، بعد از چند روز گفتن کدوم سکه؟ اصلا چی؟ اصلا کی؟ هیچی دیگه. حالا سکه آثار از کجا درآورده خدا میدونه. در شرایطی که روحانی همین یه سال پیش داشت از 40-60 و 60-40 و 70-30 با خودروسازهای فرانسوی حرف میزد، یه اتومبیل با فرانسوی ها با هم میسازیم، اتومبیلی که امروز به بازار ایران میاد چند ماه پیش در بازار فرانسه آمده، با فناوری مشترک امروز 40-60 هستیم، بعدم میرسیم 50-50، بعد 60-40، بعد 70-30. از این چه داره تولید میشه 30% رو ما داریم صادر میکنیم. به قول آقای وزیر اطلاعات یه دفعه به خودمون اومدیم و دیدیم با خودروسازهای فرانسوی به 60-60 رسیدیم و هم پژو از ایران رفت و هم رنو. و یه عرض و خدمتون 60-60 تو بین اینها را افتاده. حالا 60-60 فتمن عزیزان اطلاع دارن که بند خدایم رفت خواستگاری و گفتن که چی شد؟ گفت 60-60 شد. گفتن 50-50 شد. دیدیم 60-60 دیگه کدومه؟ گفت هرچی اونا گفتن، هرچی ما گفتیم اونا 60شون رو نشون دادن، هرچی هم اونا گفتن ما 60مون رو نشون دادیم. منتها بد برداشت نشه این قضیه توی انگلستان بوده، طرفین اوکی دادن و ازدواج هم شکل گرفته. سلبریتی های عزیزم هفته پیش دسته دسته با گروه گروه و فوج فوج راهی بیمارستان شدن و در کنار جمشید مشایخی وایستادن و رو به دوربین عکسشون رو برای اینستاگرام گرفتن و اومدن. تا جایی که صدای پسر جمشید مشایخی در اومد و گفت از انتشار این عکس ها ناراحتم. نکته که تلخ این عکس ها برام اینه که نگاه پدرم به ملاقات کننده هاست ولی اونا به دوربین چشم دوختن. اسطوره اخلاق بودن، اسطوره معرفت، نماد انسانیت بودن. اجازه میدیم برای شادی روشون با هم یه سلفی بگیری؟ اشکال نداره. خواهش میکنم. بچه ها بیا. حسین خوب خوب. دستتون درد نکنه. البته جا داره اینجا بگیم که این هنرمنده عزیزم مقصر نبودن و افراد دیگه این تقاضا رو از این دوستان برای گرفتن عکس داشتن، که البته بهتر بود که این عکس ها منتشر نمی شد تا همیشه چهره سلامت این عزیزان در ذهن مردم بمونه، نه در بستر بیماری. بعد از اینکه هفته پیش روحانی به ترامپ گفت پارو دوم شیر نذارید و ترامپ هم در جواب بهش روحانی رو تهدید کرد، این هفته قاسم سلیمانی در جوابش گفت ایران نمی خواهد، نیروهای مسلح ایران نمی خواهد، من حریف شما هستم، بدانید اشهد بالله هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم. بنابراین نباید به ملت ایران اهانت کنید، نباید به رئیس جمهور ما اهانت کنید. و بعد از این صحبت‌های گوهربار وزیر دفاع آمریکا هم ما دنبال جنگ نیستیم و اینا گمان زنی های بعضی از آقایون بوده. ببینید یه ضرب المثل سوئیسی اینو روشن میکنه برای ما، میگه که 4 بهتر از یه دونه، یعنی انگلیسیشو میگم که بهتر درک کنین، 4 بهتر از 1 برای اون یارو است.
بعد از اینکه سپنتا نیکنام از هموطنان زرتشتی بعد از راهیابی به شورای شهر یزد و شکایت یکی از اعضا و رفتن پرونده به دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان عضویتش در شورا تعلیق شد، در روزهای گذشته موضعش به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و اعضای این مجمع هم با تصمیمی که گرفتن دوباره سپنتا نیکنام رو به شورای شهر یزد برگردوندن. آخه ما اگه بخوایم خارج از راه قانونمون هم پیش بریم که دوباره خودمون داریم دقیقاً آب به آسیاب اون حل نشدن اون مشکل می‌ریزیم. فکر می‌کنم که تنها راهی رو که درک کردم و تو مصاحبه هایم که انجام می‌دادم می‌گفتم این بودش که بر مدار قانون پیش خواهم رفت. و خلاصه معلوم شد که اصلاً آدم ها دونار یا مثل سپنتا نیکنام از مسیر قانون جلو میرن و به نتیجه میرسن، یا مثل بعضی ها بی‌قانونی میکنن و خودشون اعمال قانون میکنن. اعمال قانون یعنی چی؟ یعنی قانون رو لوله میکنن، فرو میکنن تو کله خاطی. ماجرای هک شدن سایت وزارت صنعت و واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو به کشور این هفته باعث شد که وزیر صنعت به تلویزیون ملی بره و از مردم عذرخواهی کنه. من به عنوان وزیر در این زمینه از محضر شریف همه مردم ایران عذرخواهی میکنم. امیدوارم با تمهیداتی که ما اندیشیدیم مجموعه اقدامات فسادآمیز در دولت به صفر میل کنه. محسن اژه‌ای در مورد این رادخاری گفت 5 تا از مدیرای وزارت صنعت که یکیشون هم خانم بوده در جریان این پرونده دستگیر شدن. حالا ما تو هفته‌های دیگه هم پیگیر این پرونده هاییم که ببینیم با اختلاسگرا و راندخارا برخورد قاطع و محکم میشه یا دوز. بله دوز، یعنی دوزی که از دیوار مردم میره بالا. نه دیگه، با اون تیپ و قیافش که از دیوار مردم بالا نمیرم. بعضی‌ها میگن راندخار و اختلاس توی بنده وسطا دیگه. ولی اینکه این روزا زیاد شده. آقایون مسئول، بدونید که صبر مردم به سر اومده و روز حساب پس دادن همه تون خیلی نزدیکه. خب عزیزان، باز هم به پایان برنامه این هفته رسیدیم. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین و برای ما فیلم و گزارش تهیه کردین. ایمیل برنامه ما در همین نزدیکی با شما tv@gmail.com و شماره تلفن گزارشگر ما هم 2044-738-822-2449 هست که میتونید از طریق تلگرام فیلماتون رو برای ما ارسال کنید. تلفن پیغامگیر برنامه هم 201-818-900-9945 هست و میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب هم به اسم ایران فردا در همین نزدیکی با شما دنبال کنید. ما همچنان منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما به همراه فیلماتون هستیم. تا هفته آینده و خبرهای جدید، خدایار و نگهدارتون. زدم به هم بگو جاد کدومه، هی به من وعده نده امروز و فردا کدومه، پای موندن نداری یا دل رفتن نداری، گله پیش من نیاد آخر حرفات کدومه. اگه دل واپس من نیستی نباش خیلی سرت، منو دست به سر نکن، عمرم و هدر نکن، راست و دروغات کدومه. اگه پا کج بذاری کج میشه باره چطوره، به خدا که قبله کج به خدا نمیرسه.